ببین چطوری کلش به دیوار میزد. لذا اینها بعد این نفرت برای ما میارن و بین خودشون هم باست. حالا ما شما میدونید که من حالا جلوم نیاوردم ندارم، الان به ذهنم رسید ولی خونده بودم، مطمئنم که یکی از بیشترین دعواهای دنیا تو ایرانه. یعنی ظاهرا ملت ایران باید که ملت مهذبی باشه، باید دعوا نکنه، اما میدونی بیشترین دعوا تو ایرانه، هر سال هم زیادتر میشه. خب این کینه دیگه وقتی دست به سنی میرسه بین خودشون هم دیگه اینا رو کینه تربیت میده، به کینه پرورش میده، عجب بدبختی هستش. لذا این باید ممنوع بشه. به نظر من این با دموکراسی منافاتی نداره، چون این هیچ هدفی نداره. نه با این کارت حسین زنده میشه، نه اسلام زنده میشه. کلت بزن اسلام زنده میشه، هیچی نیست، فقط کینه پروری میکنه و همین. خب ما چه زیاد نمیخوایم صحبت کنیم، به مسلم زیاده، از این میگذریم. دیگه صفتی که علمای شیعه در این صفحه دارن، نگاه کنید آیه 6 از همین سوره. الله میگه به یهودی ها میگه، ولی باز برمیگرده بهش متاسفانه به علمای شیعه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میگه یهودی ها، اگر شما گمان میکنید که دوستای خدا هستید، سید اولاد پیغمبر هستید، نماینده امام زمان هستید، اولیای خدا هستید، شما گمان میکنید، پس به اصطلاح مشتاق مرگ باشید دیگه. برای چی میری برج ایفل فرانسه و نمیدونم آلمان برای معالجه؟ میگه مرگ رو تقاضا کنید، مرگ رو تمنا کنید اگر صادق هستید، یعنی تو جنگ برید. آقا شما نگاه کن الان در چی ممنونم تا فرمان در سوریه که می جنگه، از افغانستان فاطمیون درست کرده و بیچاره رو برده فقیراشو، از پاکستان زینبیون رو درست کرده که اونم الحمدلله دولت پاکستان جلوش گرفته اجازه نمیده، باز اماریون درست کرده، نمیتونم چی درست کرده، ولی خود بچه ها خودشون هم نمیرن، خودشون که تو جنگ ایران عراق نرفتن. بچه ها تو بفرست سوریه جنگ کنه دیگه اگه واقعا نه، فقیرهای بدبختی جمع میکنه از هر طرف میبره، آخوندی نمیره. اگه کشته هم شده به زور حلقه شو باز کردن، تو شربت شهادت ریختن. پس اینها اگر واقعا میگه ما اولیای خدا هستیم، باید که از مرگ نترسیدیه. حمله به اصطلاح قبلا میگفتن شهادت طلبانه، حالا دیدن که اوضاع خرابه میگن حمله های انتحاری. اگر نه اصلا همینا ایرانی ها این اسمو گذاشته بودن، شیعه ها، عملیات شهادت طلبانه، یعنی میگه فلسطینی میره خود شهید میکنه. یکیتون هم برید دیگه اگر کار درستیه، اگر کاری هست که شما واقعا به دین خود عقیده دارید. نصف نفرش هم نمیره، چون که خودشون میدونن، خود الله میفرماد چرا نمیرن. در آیه بعد میفرمایه ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. میگه محال است، اونا هرگز مرگ رو طلب نمیکنن، هرگز دنبال مرگ نمیرن، همش منافقان کار میکنن. همین خمینی رو سر کار ما آوردیم، والله اینا خودشون اومده باشن. خودم یاد میام یه آخوندی از فامیلای ما بود، در 22 بهمن ماشینش پاک میکرد، یا ماشین برادرش بود نمیدونم، به من گفت فلانی این خیابونا چیه؟ گفتم بره بابا گرفتیم تموم شد. یعنی حتی تو هم تظاهرات ضد خمینی هم مردم کشته شده همین آخوندا نبودن، چون اونا میدونن که چی دارن. خب البته اینجا آیه دیگه میفرماد که این خیلی آیه چی هست که انسان باید فکر کنه روش،
همین من یادم میاد پدرم این آیه رو سوره جمعه رو میخوند همیشه، ما یعنی مثلا میشنیدیم تو خونه با صدای بلند میخوند. این آیهش خیلی جالبه و پدرم بهش رسیده، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، مرگی که ازش فرار میکنید الله میگه بگو به اینا، اون مرگ شما رو ملاقات میکنه. حال پدر من ملاقات کرد. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، پس شما برمیگردید به سوی اینو نگاه کنید، عالم الغیب و شهاده، به سوی خدایی که به سوی کسی که دانای غیب و آشکار است، یعنی کی؟ یعنی الله. ولی این آیه رو شیعه میتونه بگه به سوی حسین برمیگردید چون حسین هم پیش اینا عالم الغیب و شهاده است، میتونه بگه به سوی علی برمیگردید چون علی هم پیش اینا عالم الغیب و شهاده است، میتونه بگه به سوی خداوند یکی رو گفت، گفته شما برمیگردید به سوی عالم الغیب و شهاده، به کسی که دانای غیب و شهاده، آگاه به پنهان و آشکار است، و پیش سنی یک نفر هستین، یک شخص است، یک ذات است، الله است. در پیش شیعه حداقل 15 ذات عرضم به حضور شما، حداقلش رو میگم 15 ذات دیگه دانای آشکار و نهان هستن، یعنی آدرسی که خدا داده 15 تا خونه است. میگه شما برمیگردید به سوی کسی که دانای به آشکار و نهان است بعد از مرگ. و این آیه خیلی آیه چی هست، یعنی چیزی که ما ازش فرار میکنیم، هم پدر من فرار میکرد، پدر بزرگ من فرار میکرد، از شما فرار میکرد، همه ما از مرگ فرار میکردیم، اون ما رو ملاقات میکنه. بترسید از خدا، همه آیات بر ضد شماست.